در واقع مذاهب بخواید در واقع چیز بکنید، عرض به حضور شما که ما کلا یه سیستمی داریم توی جامعه. ما انسان ها برای کنترل افکار، برای رسوندن مفاهیم، برای عرض به حضور شما که کنترل کسانی که میخوایم چیز کنیم، تأثیر گذاری، یه در واقع چیز میکنیم به صورت حالا با یه قصه هایی، با یه داستان هایی، با یه حکایاتی همیشه مفاهیمون رو سعی میکنیم منتقل کنیم که ادبیات خودمون هم هست، کلی دوله منه نمیدونم تمام چیزها. ما یه سری در واقع قصه در واقع میسازیم که باهاشون به اصطلاح چیز میکنیم، داریم سعی میکنیم که دیگران رو در واقع یه سری مفاهیمی که دوست داریم در واقع به بقیه منتقل بکنیم رو چیز بکنیم. این مفاهیم حالا میتونه در قالب حتی مثلا از سنین پایین که در واقع چیز میکنن یه سری مفاهیم رو تحت عنوان قصه های کودکانه به بچه ها آموزش میدن، میاد بزرگ در واقع سن میاد بالاتر همینجور خب در واقع قصه ها عوض میشه، کاراکترها عوض میشه و در واقع عرض به حضور شما که چیزها عوض میشن، به اصطلاح قالب ها عوض میشه. یعنی شما مثلا فرض کنید حتی قصه های خیلی عامیانه رو بخواید در نظر بگیرید، قصه های کودکانه رو بخواید در نظر بگیرید، مثلا میان برای مثلا چیز مثلا فرض کنید مثال مثلا چیزیشو بخواید مثلا یه داستان مثلا بچگانه مثل شنل قرمز رو شما در نظر بگیرید. این حالا به ورژن امروزیش کاری نداریم که در واقع چیز، ورژن اصلی اکثر این داستانا خب خیلی در واقع چیز هستش دیگه، مثبت 18 است خیلی از اتفاقایی که توش میفته، ولی این ورژن چیزش رو کاری نداریم. ورژن اصلی این داستانی که مثلا فرض کنید یه گورگی هست که میاد خودش رو شکل یک مادر بزرگ می‌کنه، میره توی تخت می‌خوابه، یه دختر رو میکشه توی خونه و در واقع توی داستان اصلی به دختر تجاوز میکنه. حالا این داستان چرا مثلا اختراع میشه ابتدا به ساکن؟ به خاطر اینکه در واقع به بچه این ذهنیت رو میدن از مرد گنده پشمالویی که میخواد تو رو تو تخت بکشه فراری باش. در واقع یه چیزی بوده، یه قصه ای ساختن به این شکل که یه مفهومی رو به یه بچه القا بکنن که بخواد در واقع در آینده خیالشون راحت باشه از رفتارهایی که میخواد انجام بده. ما خودمون مثلا معادل فارسیش مثلا چه میدونم قصه بز زنگوله پا درست میکنیم که به بچه مثلا بگیم درو اگه رو غریبه باز کنی میاد میخوردت، گرگ میاد میخورد. ولی در ابعاد بزرگتر همین روند رو شما میبینید که روی آدم بزرگسال دارن انجام میدن. یعنی مثلا فرض کنید شما اون موقع میان یه قصه درست میکنن، قوم فلان به پیغمبرش بی احترامی کرد، باران نمیدونم قورباغه ماهی ریخت رو سرشون، سایه زد، همشون خاکستر شدن، همشون دود شدن، تبدیل به خوک شدن. همون روند رو و همون در واقع چیز رو ببینید که دارن رو بزرگسال هم پیاده میکنن. یعنی بیس اینها رو بخواید در واقع نظر بگیرید، این افسانه ها، این در واقع چیزها، اینا همشون در واقع یک جور چیز انتقال مفاهیم هست و از همون الگو داره تبعیت میکنه. یه پاداش و یه دونه ترس در واقع میذارن جلوتون و شما رو سعی میکنن که پوش کنن توی اون باندری که خودشون دلشون میخواد داشته باشید. از دو حضور این کلن در واقع بیس هایی بود که در واقع به عقیده من در واقع باعث شده که مذاهب به وجود بیاد توی در واقع چیز، حالا تحت عنوان حالا چه داستان هایی که تو همراه مذاهب در واقع تحت عنوان داستان هایی در واقع چیزها مطرح میشه، چه از اون طرف در واقع خود عواملی که باعث شده که به اصطلاح این مذاهب در واقع شکل گیری پیدا کنن و در واقع چیز کنن. حالا شکل فرم این مذاهب در طول تاریخ عرض به حضور شما که همینجور در واقع دگرگسی پیدا کرده و چیز شده. همین افسانه ها در واقع آروم آروم تبدیل شدن مثلا به داستان هایی که توی در واقع کتاب های مذهبی اومده، یا خود مذاهب خودشون ریبوت شدن، هر یه مدت تبدیل شدن به یه چیز دیگه، یا در واقع خود مذاهب شاخه های مختلف پیدا کردن، همینجور در واقع تا زمان حال امتداد پیدا کردن. مثلا فرض کنید از همون بیس بخواید در نظر بگیرید، مثلا عرض به حضور شما که شما خدایان مثلا افسانه های مثلا مصر رو حساب بکنید، 3000 سال قبل از میلاد افسانه اوسایریس هست مثلا که اوسایریس میمیره، مثلا میذارنش توی یه تابوت،
میذارنش رو رودخونه نیل، این میاد میره مثلا یه جایی، بعد میرن دوباره ریزارکتش میکنن، برمیگرده مثلا و برمیگرده علیهش قیام میکنه. همین داستان رو شما در واقع به شکل دیگه‌ای توی داستان موسی میبینید که در واقع فقط اون تابوت دیگه نیست، اون یه بچه است، میذارنش دوباره رودخونه نیل، میاد میره. در واقع یعنی خود افسانه ها آروم آروم میان در واقع تبدیل میشن به کاراکترهایی که توی کتابهای مقدس میبینید. تو مثلا افسانه گیلگمش یه اسپینافی داره، یه قسمتیش هست که میره با یه نفر داره صحبت میکنه که میگن این آخرین بازمانده از طوفان بزرگه. تو اون افسانه مثلا یکی از قدیمی ترین افسانه هایی که کلا مکتوب شده، افسانه گیلگمش، اون در واقع داره اشاره میکنه به مثلا یه طوفان بزرگی که کل مثلا دنیا رو گرفته بود. خب ما میبینیم دقیقاً همون افسانه در واقع طوفان بزرگی که تو داستان گیلگمش بهش اشاره شده در واقع به صورت طوفان نوح دوباره توی تورات تکرار میشه. و خب قرآن هم که تمام داستانش رو تورات کپی کرده، دقیقاً همون رو دوباره میاد چیز میکنه، تمام این داستان ها رو یه بار دیگه دوباره چیز میکنه، تکرار میکنه، دوباره بازنشر میکنه. مثلا دقیقاً همون سیستمی که ما روی فیلم ها داریم هر یه مدت دوباره میسازن، یا گیم ها که میسازن یا ریمستر میکنن، همون داستان و مذاهب هم دقیقا همین کار رو میکنن. در واقع از کاراکترهای قدیمی رو میگیرن، در واقع میارن دوباره تبدیل میکنن به کاراکترهای قصه های خودشون، اسم میذارن روشون، تبدیل میشن به پیغمبرهای قدیمی، تبدیل میشن به داستان های جدید. فقط فرقش اینه که در واقع ما وقتی این داستان ها رو نگاه میکنیم میدونیم اینا فیکشنه، میدونیم قصه است، ولی برای مذهبی اینا تاریخه. اون وقتی نگاه میکنه به این داستان ها با خودش فکر نمیکنه که اینا قصه است، فکر میکنه نه واقعا مثلا طوفان نوح اتفاق افتاده، یه مد سال ها هم هست که دارن میگردن در واقع مثلا قطعات کشتی نوح رو پیدا کنن، که البته فکر کنم غیر از کانال های تلگرامی فارسی کسی فکر نکنم که پیدا تونسته باشه کسی چیزی از این قطعات رو پیدا بکنه تا این لحظه. بعد به هر حال در واقع این سیستم در واقع چیزی بوده که در واقع در طول زمان تکرار شده، ادامه پیدا کرده. و عرض به حضور شما که این مذاهب همینجور هی در واقع چیز کردن. مثلا فرض کنید حالا خود مسیحیت رو بخواید در نظر بگیرید، حالا عرض به حضور شما که ویس در واقع چیز، ما در واقع بخوایم به خیلی قدیم برگردیم، از همون زمانی که خورشید پرستی وجود داشته، خدای خورشید رو در واقع چیز می‌کردن. یه خدای در واقع مصری هست به اسم هوروس، روی سرش هم در واقع یه دایره بزرگی داره که همون نماد خورشیده. 3000 سال قبل از میلاد مسیح در واقع این افسانه‌اش در واقع شکل گرفته بوده. عرض به حضور شما که این حالا یه اپوننتی داشته، یه رقیبی داشته به اسم ست، اون خدای تاریکی بوده. و خب فرض مثلا مصر باستان، مردم مصر باستان بر این بوده که ست و در واقع هوروس با هم دیگه تمام مدت دارن می جنگن. وقتی روزها این پیروز میشه و در واقع نور میاد دنیا رو میگیره، شبها ست در واقع برنده میشه، بخاطر همین تاریکی چیز میکنه و اینا تمام مدت در حال جنگ هستن با هم دیگه و اینجوری شب و روز رو توجیه میکردن. حالا به این در واقع زندگی این کاراکتر در واقع هوروس که نگاه بکنید، این در واقع تو 25 دسامبر متولد شده، از یک باکره متولد شده. سه تا شاه در واقع چیز بودن، ناظره در واقع تولدش بودن. توی 30 سالگی غسل تعمید داده شده، 12 تا به اصطلاح حواری داشته. از معجزه‌ای که کارهایی که می‌کرده این بوده که مریض ها رو شفا میداده، روی آب راه می‌رفته. عرض به حضور شما که نهایتاً یکی از خود همون دوستاش بهش خیانت می‌کنه به نام تایفان، بعد به صلیب کشیده میشه، 3 روز مرده، بعد دوباره چیز میشه، بعد از 3 روز برمیگرده به زندگی. خب این الگو کاملا آشناست که کجا دیدیم عین همین رو. بخواید در واقع چیز کنید، عین همین الگو رو، موارد خیلی مشابهش رو میشه توی خداهای فرنگ‌های دیگه دید. مثلا آتیس مال یکی از خدای فریجیه بوده، مال 1200 سال قبل از میلاد مسیح، دقیقاً تو 25 دسامبر از یه باکره متولد میشه، اون هم مصلوب میشه، بعد از 3 روز برمیگرده به زندگی. حتی کریشنای هندی که 900 سال. من یه چیز بگم جان شرمنده، من بگم خیلی از این چیزا رو نه خواهش میکنم، من فکرم صدا میذار دیلی داره، یه مقدار از این شباهت ها رو خیلی از بی خدایان، یعنی اینا مبالغه است، خیلیش اشتباهه.
بعضی از این شباهت ها درسته. آه درسته. ولی خیلی هاشو بعض رفتن چک کردن درست نبوده. یعنی یه مقدار خیلی ها رفتن چک کردن. و خیلی از شباهت هاشون هم بعضی موقع ها مثلا با مصرا با اون مصرای اصلی بله مثلا ایران نبوده، با اون مصرای شباهتش با مصرای بوده که بعد توی روم بعد از مسیحیت اومده. یعنی اصلا ممکنه که اون مصرای توی روم از خود مسیح کپی شده باشه، نه یا اینکه اصلا بعضی موقع کپی هم دیگه هم نیستن. بعضی موقع ها یه سری چیزایی هست، یه سری داستانایی هست که انقدر طرفدار داره که همه هرچنگای استفاده میکنن. مثلا مسیح اینجوری نیست که مثلا داستانش مثلا از مصر کپی شده باشه، ولی مثلا از یه زن باکر به دنیا اومدن انقدر یه چیز پاپولاری هست. بله خیلی همینجوری برای داستانشون استفاده میکنن. بله کاملا درسته. مثلا اینکه مثلا 25 دسامبر به دنیا اومدن یه چیزی بود که خیلی همه میخواستن. اینجوری نبود که مثلا مسیح رو از یه خدای دیگه کپی کرده باشن، چون درست. یه روزی بود که همه میخواستن برای خدای خودشون و برای همین. ولی اون ببین مثلا اینا رو اگه برین نگاه بکنید، خب من یه نشون شما بدم، خیلی از این چیزها رو اگه برین چک کنی، یعنی من ببین ما خیلی باید حواسمون باشه، چون خیلی ها رو اگه برین چک بکنید خیلی از این شباهت ها درست نیستن. خب یعنی همین خود بین خدایان رفتن چک کردن، باید مراقب باشیم که چون که ببین چون ما خیلی خودمون خیلی چیز هستیم، ضد دین هستیم. خب من فقط میگم چون خیلی ضد دین هستیم، بعضی موقع ها یه سری چیزایی رو که مثلا مردم میان میگن که این اثبات میکنه که این از فلان خدا کپی شده، خیلی راحت دوست داریم قبول کنیم. من نمیگم اینا نیستن ها، میگم مراقب باشه، چون یه کسی یه بی خدای دیگه میاد روی اینترنت میاد میگه که مثلا فلان چیز از فلان خدا کپی شده یا محمد داستانش از فلان جا کپی شده، یه مقدار چیز باشین، سریع قبول نکنیم. یعنی نظرم خواستم بگم. البته نه کاملا درست میفرمایید. و خب البته یه مسئله هم که هست اینه که هر کدوم از اینها در واقع شما حتی اونایی که نمیخوایم اونو به مسیحیت ربطش بدیم که بخواد به دین ربط داشته باشه، خود همون در واقع افسانه ها خودشون انقدر روایات متعددی دارن، چه راجع به هر کدوم از خود همون الههای یونانی رو بخواید در واقع حساب بکنید، هر کدوم از خدایای مصری رو بخواید حساب بکنید، هر کدومشون چه تولدشون، نمیدونم پدرشون، فرزندانشون، حتی بعضا نژادشون، مثلا چون نمیدونید مثلا فلان خدای یونانی نمیدونید که مثلا به یه جا تایتان اسم برده شده ازش، یک بار گاد نام برده شده ازش، اینا که دیگه به در واقع برای کوبیدن مذهب نیست. خیلی هر کدوم روایات متعددی داره که در واقع چیز هست، بستگی داره شما چه سورسی میخواید استفاده بکنید. خیلیاشون با هم دیگه تناقض دارن، مثلا خیلی از داستان‌های حتی مثلا همون من در واقع خب یکی از علائم خودم در واقع این هستش که اینا رو تعقیب میکنم در واقع خارج از چیز، مثلا به افسانه قدیمی کلا مصر، نورث، یونان، مثلا چیز این مدلی و حتی چیز خیلی علاقه دارم، یا حتی به همین داستان‌های در واقع عامیانه و خیلی هاشون رو در واقع از چند تا سورس مختلف که مثلا میرم میخونم، اینا اصلا کلا خیلی فرق میکنه با هم دیگه و کاملا برمیگرده به اینکه شما از کدومشون دارید در، چون در واقع یه چیز مشخص و مکتوب و فیکس شده ای نیست، یعنی یه سری به هر حال چیزی که همونجور دست به نست گشته، خودشون هم به هر حال تغییراتی توش دادن. حالا فرمایش شما قطعا درسته، خیلی از اینا مبالغه شده است برای در واقع کوبیدن یه سری چیزهاست که ما در واقع فرمایشتون خیلی درسته و نباید در واقع توی دام بیفتیم که بخوایم جوگیر شیم هر چیزی رو که میبینیم بلافاصله باور بکنیم، ولی خب یه مقدارشون هم در واقع چیز هست. مخصوصا اون میتراس، بعد میتراس فکر کنم، خب یه میترا داریم، یه میتراس فکر کنم داریم، درسته؟ اون خیلی همه باید حواسشون باشه، چون میتراس کپی از یه خود، ببین توی ایران این میترا خدا نبوده، یه مثل شبه خدا بود، مثل یه فرشته بوده یه مقدار، یعنی اهورامزدا فقط خدا بوده. میترا رو یه سری رومیا بعد از زمان مسیح اینو بردن توی روم. اینا یک کسایی هستن تو مثل توی روم خیلی مثلا یه سری آدمای فرماندهای جنگی و اینا که توی خارج از روم بودن، این میترا رو دیدن، رفتن برگشتن توی روم
شروع کردن یه دین جدید خودشون رو به وجود آوردن، اسم خداشون هم بود میتراس که از ایران کپی کردن، ولی هیچ شباهتی به غیر از اسمش این خدا خدای میترا ایرانی نداره. یعنی هم به غیر از، یعنی فقط گفتن یه خدای ایرانیه، بعدم خیلی زودم این از دین از بین رفت. فکر احتمالش هم هست برای اینکه خیلی رومیای گفتن شما خدای ایرانی رو دارین میپرسین، این ایرانی دشمن، این ایرانی دشمن ما، شما دارین خداشو میپرسین. گفتن شما من جاسوسین و چه میدونم شما ستون پنجم و اینجا چیزا هستین. این بعد مسیحیت هم خیلی داشت مد میشد، برای همین خیلی هم مسیحی هم اتفاقا اومدن این جاهای معبدای میثراس و میثراس پرستا رو خراب کردن اینا. بعد این دین خیلی زود گنده شد، خیلی زودم تو روم از بین رفت. ولی این خدای میثرا هیچ شباهتی خیلی با میثرای ایرانی ها نداره و خیلی چیزایی که اون موقع کپی کرد از همین چیزایی بود، از چیزایی که کپی کرد از همون چیزایی بود که از اروپا، از آلمان و اینجور چیزا میومد. یعنی بیشتر اینکه تولدش کی بوده، اینکه مثلا خیلی چیزاش از اونا اومد و مسیح هم تو همون محیط داشت درست میشد. چون اون هم میثراس هم مسیح تو اون محیط داشت درست میشد، یه سری شباهت هایی با هم داشته. ولی خیلی ایرانی ها من میدونم دوست دارن برن بگن که آها مسیح رو از یه چیز ایرانی کپی کردن، در صورتی بله، اون درسته. رومی ها خیلی شباهت باید داشتن. بله کاملا درسته. نه خب اون که هر با کاملا با شماست در واقع، بعد این خب اون در واقع حس چیزم که کاملا قبول دارم در ما خیلی دوست داریم که در واقع خودمون رو ریشه همه چیز بدونیم در واقع ما که کاملا این خودش در واقع چیز میکنه. بسیار خب، عرض به حضور شما که و اولی اگر اجازه بدین یه دو مورد از سوال بچه ها رو بخونیم، بچه تو بچه ها پرسیدن که بخونیم یه جوابی هم اگر براش هست که خب عرض کنم به خدمت شما که محسن پرسیده که آیا خدایان ساخت جمعیت انسانی بوده و یا ساخت اولین شخصی بوده که خواسته به این وسیله قدرت مافوق بشری برای خودش در شناخت خدا نسبت به دیگران کسب کنه؟ عرض به حضورتون، حالا از نظر من در واقع خب نمیشه در واقع پاسخ دقیقی بهش داد، به خاطر اینکه خب ما نمیتونیم دقیق در واقع چیز بکنیم. میتونه در واقع هر کدوم از این، بعد خب در واقع خدا در هر جامعه، در هر قبیله، در هر نقطه جغرافیایی واسه خودشون خداهای خودشون رو داشتن. میتونسته در واقع به عقیده من در واقع یک دونه نیستش که بخوایم بگیم ریشش اینه، که حتی اگرم ادعا بکنیم خب طبیعتاً اشتباهه کلا، ولی میتونه در واقع تو هر منطقه‌ای به عقیده من با یکی از این چیز باشه، مثلا یه جا توسط اشخاص چیز شده، یه جا توسط یه چیز گروهی باشه که مثلا حالا بیست در واقع منفعت طلبانه نداشته، مثلا یه سری مراسم بوده بعد یه عده شروع کردن در واقع، یعنی اول این روند به وجود اومده بعد یه عده شروع کردن سوء استفاده کردن ازش. میتونه تو یه سری جوامع دیگه در واقع به صورت برعکسش باشه، یعنی یه شخصی در واقع یه روندی رو راه انداخته که سعی کرده در واقع ازش سوء استفاده کنه که این در واقع به صورت روال در اومده بعد از اون. بقیده من نمیشه در واقع یه چیز جواب، چون یک دونه چیز مشخص نیست و یک دونه خدا نیست و یک دونه مذهب نیست تو نقاط، و حتی قسمت هایی که با سایر نقاط دنیا به اصطلاح ارتباط فیزیکی هم نداشتن، ارتباط تبادل فرهنگی نداشتن، مثلا چون به فرض مثلا ساکن بومی آمریکا که دیگه خب هیچ ارتباطی نداشتن در طول میلیون ها سال با انسان های جاهای دیگه، ولی اونام بالاخره مذهب خودشون رو اختراع کردن در واقع، چیز کردن، اونام نگرش خودشون داشتن، هر کدومشون در واقع برقیده من یه روند متفاوتی طی کرده و قطعا توی هر جامعه‌ای با یه سیستم متفاوتی بالا اومده این سیستم. درسته. بعد عرض کنم که اکثر سوالان بر اساس اینه که دوستان پرسیدن که در مورد احترام به عقاید که فکر میکنم به موضوع برنامه فعلا ارتباطی ندارم و آخر کار اگر لازم باشه که همین سوالا رو میپرسیم که بخوایم پاسخ بدیم. البته بفرمایید، ادامه برنامه در خدمت هست. خواهش میکنم. البته عرضم به حضور شما که من راجع به این داستان اعتقاد به احترام به عقاید تو بخش سوم در واقع سعی میکنم یه دور موضوع رو باز بکنم، الان اینجا خیلی در واقع واردش نمیشم. باز کنم. عرض به حضور شما که در راستای همین در واقع چیز کردن ها، کپی ها که داشتیم چیز میکنیم، که حالا این مورد رو آرمین جان خیلی کامل تر از من توضیح دادن،
و در واقع مثلا یه مثال در واقع چستر میزنیم، نرمستر میزنیم که خودمون هم باش آشناتر هستیم. مثلا همین اسلام در واقع، خب بخواید حساب بکنید، اسلام یه جور در واقع به نوعی یه زیر شاخه از یهودیت حساب میشه نظر چیزی بخواید حساب بکنید، چون در واقع تقریبا تمام در واقع بخواید حساب بکنید مخلوطی اسلام از رسوم بت‌پرستان مکه و در واقع دین یهود. در واقع محمد کاری که کرده بود این بود که در واقع تمام قصه هایی که توی تورات بود، خدای غیبیشون و در واقع احکام و بخش بزرگی از احکامشون رو، یعنی مثلا فرض کنید روزه، ختنه، ذبح شرعی، خیلی از چیزای این مدل رو در واقع از یهودیت کپی کرد و در واقع چیز کرد، وارد در واقع دینش کرد. از طرفی هم تمام رسوم استاندارد بت پرستان مکه رو که به هر حال خب کعبه اون زمان چیز بوده دیگه، به هر حال بتکده بزرگ شبه جزیره عربستان بوده، منبع بسیار بزرگ پولسازی بوده و از همه جای در واقع شبه جزیره عربستان می اومدن ملت برای زیارت بت‌ها، که خب طبیعتاً الله یکی از مقدسات بزرگ بت پرستان بوده و سه تا دختراش لات و هبل و عزا که در واقع چیز بودن، دختران الله حساب می شدن. اینا بت های بزرگ مکه بوده و یه عالمه بت دیگه که حالا هر قبیله برای خودش بتی داشته که اونجا گذاشته بوده می اومدن و خاطر همین رفت و آمد و چیز در واقع خیلی پول خوبی در واقع در می بردن.